سلام خوبی؟ به نام خدا. سلام بچه ها، روز شما بخیر، خسته نباشید، مشتاق دیدار. سلام گرم تقدیم میکنم خدمت شما. تقریبا دو هفته از شما رو ندیدم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، حال دلتون خوب باشه، حال درس خوندنتون هم خوب باشه. این ایام روزهاییه که به هر حال درگیر امتحانها هستید. بعضی ها تا امتحانای ترم شروع شده، برخی از بچه هم برها امتحانای میان ترم میدن. امیدوارم که پیگیر و مستدام درستون رو میخونید. بچه ها، ما قبل از این تعطیلات دو هفته ای آینه ترجمه رو شروع کرده بودیم. فکر کنم فقط یک جلسه از کلاس ما گذشته بود و اینکه تا برها دو هفته کلاس ما تشکیل نشد و به خاطر اینکه فصل امتحاناته، ما بحث آیین ترجمه رو میذاریم برای جلسات آینده. امروز و هفته آینده ما در واقع ترم اول عربی رو برای بچه ریاضی تجربی و همچنین برای بچه انسانی در نظر داریم که مرور کنیم، صحبت کنیم، درسشو بگیم، تمرین حل کنیم، نمونه سوال حل کنیم، رفع اشکال کنیم، به هر حال آماده بشیم برای انشاءالله امتحان ترم. طبیعتاً بچه های انسانی خب دو درس اول به اضافه معنی و لغت درس سوم جزء امتحانشونه، چون کتابشون کلاً 5 درسه، ولی بچه های ریاضی و تجربی فقط دو درس اول جزء امتحانشونه، چون کتابشون کلاً 4 درسه، طبیعتاً نصفشو باید ترم اول بخونن. به هر حال پس ما امروز شروع میکنیم، درس یک رو برای شما میگیم. درس یک دو بخشه، در واقع دو تا قواعده، ولی چون از قبلا به نظرم صحبت کردیم در مورد گفتیم، نگاه ما نگاه کنکوری بوده، ولی امروز نه، امروز میخوایم به هدف امتحان ترم، صرفا این که انشاءالله نمره خوبی تو امتحان کسب کنید، با اون هدف میخوایم در مورد درس یک و انشاءالله جلسه بعد در مورد درس دو و نمونه سوال صحبت کنیم. لابلای حرفامون هم اگر سوالی، موردی، چیزی بود میتونید بپرسید و حتما پاسخگو خواهم بود. خب به امید خدا شروع میکنیم. بچه ها پس یه ذره گفتار ما، در واقع رفتار ما با در مورد درس یک و دو، چون به هدف امتحان ترمه، با چیزهای قبلا در مورد درس یک و دو گفتیم فرق خواهد کرد و اگر شما میبینید یکم تفاوت داره، بدونید که اونجا به هدف کنکور و به قول معروف اند مطلب رو گفتیم، تای قضیه رو مطرح کردیم، ولی امروز نه، امروز میخوایم فقط در حد امتحان ترم یکم سطحی تر و در حد لازم صحبت خواهیم کرد. خب بچه ها به امید خدا شروع میکنیم. بچه ها درس یک ما دو بخشه، من یه مقدمه رو با شما صحبت کنم بعد شروع کنیم. ببینید درسیه که ما، اول مقدمه‌اش رو بگم براتون. بچه ما در زبان عربی تو قدم اول دو نوع جمله داریم. خوب دقت کنیم این چی میگم. دو نوع جمله داریم، یا فعلیه یا اسمیه. خب چرا تشخیص نوع جمله مهمه؟ دلیلش اینه که جمله فعلیه فعل، فاعل، مفعول، جار و مجرور داره، یعنی ارکانش اینها هستن، ولی اگر جایی ما بگیم این جمله اسمی است، ارکانش میشه مبتدا خبر. خب پس جملات همین دو دستن، با توجه به نوعش که فعلی است و یا اسمی است، براش رکن مشخص میکنیم. به این کاری که ما الان داریم صحبت میکنیم و انجام میدیم میگن محل اعرابی. یعنی شما اگر جایی دیدی و شنیدی گفتن محل اعرابی این جمله رو بگو یا محل اعرابی این کلمه رو بگو، اولین چیزی که به ذهن شما میرسه باید این باشه، اینکه جمله اسمی است یا فعلی است. یعنی طبق فعلی اسمیه باید حرکت کنید، چون شما اگر بگین جمله اسمی است، دیگه مطمئنی داخلش مبتدا خبر وجود داره، دیگه داخلش مثلا فعل فاعل مفعول جار و مجرور است. یا اگر فعلی باشه دیگه مبتدا خبر نداره، فاعل مفعول جار و مجرور داره. پس بگذاریم، حالا زیاد وارد جزئیات این قسمت نشیم، به هدفمون فکر کنیم. ببینید هدف ما چی از این قضیه که مطرح کردم. پس بچه‌ها تا اینجای کار ما دو تا جمله داریم، یا فعلیه یا اسمیه. فعلیه فعل فاعل مفعول جار و مجرور، اسمیه مبتدا خبر داره. خب آیه عشقی به غیر از این دو تا جمله، جمله دیگه وجود نداره؟ میگیم داره، ولی در واقع از این جملات زاده میشه. مثلا گاهی جملات فعلیه مجهول میشن، فعلیه است ولی انگار جمله فعلی ویروسی میشه. اگر مجهول بشه، با اینکه فعلیه است، با اینکه فعل داری ولی فاعل نداری، مفعول هم نداری، به جای فاعل مفعول یه چی داری به نام نائب فاعل و جار و مجرور. پس ببین
تا الان جملات شده از سه دسته: فعلیه، اسمیه، مجهول. فعلیه فعل فاعل مفعول جار و مجرور داره، اسمیه مبتدا خبر داره، مجهول فعل نائب فاعل جار و مجرور داره. خب آقای عشقی، فقط فعلیه ها ویروسی میشن؟ اسمیه ها ویروسی نمیشن برای اسمیه هایی که مبتدا خبر دارن؟ هم مبتدا او داره به اصطلاح مرفوع، هم خبر او یا اون داره مرفوعه. آیا برای اسمی اتفاقی نمیفته؟ چرا؟ دقیقا اون اتفاقی که برای اسمیه میفته قواعد درس یک ماست. آره، ببینید، پس قضیه به این صورته: جملات همین دو دسته‌ای که صحبت کردیم هستن، ولی گاهی برای اسمیه ها اتفاقی میفته و برای فعلیه ها هم ممکنه اتفاقی میفته. اتفاق اسمیه چیه؟ اتفاق اسمیه موجوداتی وجود دارن با عنوان نواسخ، که البته اصطلاح نواسخ رو کتابای شما نیاوردن ها، کتابای شما فقط گفتن که بی مقدمه گفتن افعال ناقصه. حالا افعال ناقصه رو چون شما تو سال 11 هم خوندین درس، اصلا واردش نمیشن. بی مقدمه اومدن تو درس یک عربی 12 هم گفتن حروف مشبهت و بالفعل، یا به اصطلاح حروف مشبهه، و دسته سوم لای نفی جنس. اینجوری بگم بهتره، حرف لای نفی جنس. خب بچه ها، حالا شروع کنیم قواعد درس یک عربی 12 رو در حد نیاز برای امتحان یاد بگیریم. لطفاً توجه. مطالبی که میگم عیناً اینها سوال خواهد. حالا تو نمونه سوال ها انشاءالله طی هفته آینده در مورد صحبت میکنیم، اون سوال هم میبینیم. دقیقاً چیزهایی که میگم سوال خواهد. خوب دقت کنید. اولین وظیفه شما در قبال حروف مشبه شناخت این هاست. یعنی شما باید اینها رو بشناسی. هر جا دیدی، یعنی اصلا صریحاً سوال میاد، حرف مشبهه رو در عبارت زیر پیدا کن. خب حروف مشبه کدوم هستن؟ حروف مشبه 6 تا هستن: ان، ان، کان، لکن، لیت و لعل. بچه ها به این 6 تا میگن حرف مشبه تو بالفعل. یعنی اگر سوال بود که حتما خواهد بود در عبارات زیر یا در جملات زیر، در عبارت زیر حرف مشبه رو پیدا کن، شما هر کدوم از این 6 تا رو دیدی میگی زیرش خط میگیشی حرف مشبهه. توجه کنی یکم در مورد اینها حرف بزنیم. بچه اینا حاشیه زیاد دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولین مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که آقای عشقی معنی اینها چیه؟ ان معنی همانا، قطعا، مسلما، یقینا. بچه ها ان بین این 6 تا تنها حرف مشبه است که برای تاکید میاد، فقط برای تاکیده، هیچ کدوم از بقیه برای تاکید نیستن. تو اون سوالی که یه جمله عربی میده دو تا فارسی، خب تو اون سوالی که یه جمله عربی دو تا فارسی اگر داخلش ان ندیدی، حتما اونی رو انتخاب کن که تاکید داره. اصلا فرق نداره همانا، قطعا، مسلما، یقینا، هر چی باشه فرق نداره ها، فقط تاکید باید وجود داشته باشه، تاکید فقط باید باشه. خب پس بین این 6 تا فقط ان برای تاکیده. این که چه واژه‌ای رو در تاکیدش میارن اصلا مهم نیست. اما ان، ان معنی که میده. معنی چی بچه‌ها؟ که. اصلا تفاوت ان و ان زمین تا آسمانه، از لحاظ معنایی بی ارتباط به هم هم. اینجوری ظاهرشون شبیه هم ها، ولی از لحاظ معنایی کاملا دو چیز متفاوتن. بگذاریم. خب آقای عشقی، ان و ان از لحاظ کاربرد، اینکه کجای عبارت ها کدوم بیاریم، آیا تفاوتی دارن؟ لطفا توجه کنید. حتی این سابقه سوال کنکور هم داشته. بچه ها اگر عبارتی به ما بدن، اگر عبارتی به ما بدن و جای خالی در اول عبارت باشه، اگر عبارتی به ما بدن و جای خالی در وسط عبارت باشه و از ما بخوان، که تمرین هم داریم تو کتاب شما، و از ما بخوان بیا اینجا حرف مشبهه بیار، حالا مثلا دو جوابه، سه جوابه، چهار جوابه، این که مثلا ان بیارم یا ان، لطفا توجه کنید بچه ها، اگر جای خالی در اول عبارت باشه ان بیاریم،
اگر جای خالی در وسط عبارت باشه ان نمیاریم. پس این تفاوت این که کجای عبارت ها جدای از معنی از لحاظ ساختاری و ظاهری و کاربردی، کجا ان نمیارن کجا ان نمیارن، بسته به جاش در جمله است. ان نه همیشه در اول جمله، ان نه همیشه در وسط جمله. یه چی هم بگم ننویسم، ما یه ان شرطیه داریم ان، یه دونه ان ناسبه داریم ان، این دوتا تشدید ندارن و هیچ ربطی به حروف مشابه ندارن، یکیشون حرف شرطه یکیشون ادات ناسبه است. پس بچه ها توجه کنید، اگر زمانی از شما حرف مشابه خواستن دیدید ان یا ان آورده، یعنی به نونش تشدید نداده، ربطی به ما نداره. اینو توجه کنید. بعضی بچه‌ها به خاطر عدم توجه بعضی موقع ان شرطیه یا ان ناسبه رو حرف مشبهه حساب میکنن. بعضی بچه‌ها میگن ممکنه تشدید رو نذارن میخوام ما رو اذیت کنن. اصلا تشدید یک حرفه در زبان عربی، اجازه ندارن کلمه‌ای که تشدید داشته باشه رو نذارن، باید تشدید رو بذارن. یعنی انگار که من بگم مثلا ممکنه در یجلس و سیر و سین رو نیارن، بگن یجله سیر رو نه نمیشه دیگه، کلمه تباه میشه. به همین دلیل تشدید هم اگر حرفی کلمی اسمی در عربی فعلی تشدید داشته باشه الزاماً باید تشدیدش گذاشته بشه. بچه این قسمت یه چالش هم داره. چالش قضیه چیه؟ بعضی موقع عبارتی به ما میده، اینجا ویرگول میذاره، نقطه میذاره، کاما میذاره، علامت سوال، یا جمله تمام شده و میاره، یعنی حرف عطف میاره و میاد جای خالی هم میده، بعد میگه آقا اینجا ان بیارم یا ان. گوش کن، اینجا باز چون جمله قبلی تمام شده اینجا ما ان میاریم، که این سوال کنکور 1400 هم بوده. توجه کنید، چون ظاهر قضیه وسط جمله است، نه این وسط جمله به ظاهره، این جمله تمام شده، این اول جمله است. پس مراقب این قسمت داستان هم باشید. و البته برای امتحان داخلی بعیده به این صورت بخوان سوال، ولی خب به هر حال ما همه احتمالات رو در نظر میگیریم. بریم ادامه کار خودمون. بچه‌ها بریم حرف مشبهه بعدی. کأنم، گویی، مثل، مانن، چون، همچون، یعنی حرف تشبیه عربیه. مراقب باشید کأنه رو با کانه اشتباه نکنید. کانه یک فعله، درست ناقصه، یک فعله، ولی کأنه که قرار ما تشدید به همزه الف باشه حرف مشبه است. زمین تا آسمان کأنه با کانه تفاوت داره. لکنه معنی ولی، اما، به اصطلاح میگن عبارت قبل خودش رو تکمیل میکنه. لیت معنی کاش، برای آرزوی غیر ممکنه. لعل به معنی شاید، برای آرزوی ممکنه. خب بچه ها این از لحاظ معنایی بررسی کردن حروف مشبه. پس تا اینجا ما دو چیزو باید یاد گرفته باشیم، یک حروف مشبه رو حفظ کرده باشیم. اگر سوال اومد آقا حرف مشبه رو پیدا کن، که حتما سوال میاد، سریع داخل عبارت زیر اینها خط میشیم آقا حرف مشبه است. و اگر از ترجمه اینها استفاده شد عبارتی، اصلا ببین بعض بچه ها فکر کنن آره دیگه فلان سوال ترجمه است، اصلا بعض یا خط دبیرا بچه ها میگرسه آقا چند نمره ترجمه است، چند نمره قواده، میگه آقا 10 نمره ترجمه است، 10 نمره قواده. بچه ها یکم توجه کنید، عربی با مثلا زبان انگلیسی تفاوت هایی داره. تفاوت اصلیش اینه ترجمه های عربی هم قواعد داخلشه. یعنی شما اون سوالی که 4 تا 5 تا جمله میدن 5 نمرم باره بشه، میگن عباراتی رو ترجمه کنید، من دبیر وقتی میخوام تصحیح کنم اون عبارتی رو انتخاب میکنم که داخلش حرف مشبه باشه، داخلش لای نفع جنس باشه، داخلش درس دوی ما باشه، حال باشه. و اون وقت موقع معنی کردن، نه اینکه معنی لغت ها واژه ها مهم نباشه، اون بود قواعد رو دقت میکنم، میگم دانش آموز مثلا به این توجه کرده، فهمیده حرف مشبه داره یا نه، فهمیده لای نفع جنس یا حال وجود داره یا نه. و اون وقتی که ما معمولا میگیم بچه ها فلانی 20 گرفت، حسن 20 گرفت، حسین هم 20 گرفت، ولی حسین 20ش فرق میکنه. حالا بعضی وقتا اصلا نمره ممکنه لحاظ کنیم، مثلا دانش آموز گرفته 1975، اینقدر قشنگ نوشته مفاهیم رو، موضوعات رو اینجوری ملاق قرار داده که ما ممکنه مثلا اون نمره شو تغییر به 20 هم تبدیل بکنیم، ولی بعضی وقتا طرف 20 میگیره ولی 20ش ما نمیچسبه. پس ببینید اینه که ما حتما قواعد رو حتی تو ترجمه ها باید لحاظ کنیم. شما تو متن درسی کدو اگر توجه کنید، دقیقاً اصلا نه متن درسی کدو، هر درسی توجه کنید قواعدش توی متن درسش فراوانه.
درس دو متن درس رو نگاه کنید، پر از جملاتی که حال مفرد و حال جمله وجود داره. درس یک متن درس رو نگاه کنید، پر از جملاتی که لای نفی جنس داره یا حروف مشبهه وجود داره. ولی درس سه میری از حال و حروف مشبهه کمتر صحبت کرده، اومد در مورد استثناء مثلا صحبت کرده. خب یه چی دیگه مخصوص لیت و لعله، باز در ترجمه به شدت استفاده میشه و شده و تو سوالاتی که بخصوص اونهایی که گفتم یک جمله عربی میده دو تا فارسی میتونه ملاک و معیار باشه یا به صورت جای خالی میشه از اینها استفاده کرد. جمله عربی رو میدیم، معنیش هم میدیم، بعد قسمتی از معنی رو نمینویسیم، جای خالی میذاریم، شما باید پر بکنید. اینا حتما به قواعد ربط داره، به واژه ها و لغت ها و کم ها کمتر ارتباط داره. حالا بچه ها توجه کنید، لیت و لعله یه مسئله دیگه علاوه بر این معنی خودشون مهمه، یه ویژگی دیگه هم دارن. ویژگی دیگه اینها چیه؟ بچه ها لیت و لعله روی فعل بعد خودشون اثر میذارن، یعنی زمان فعل بعد خودشون اگر ماضی باشه تبدیل میکنن به ماضی بعید یا ماضی استمراری، به یکی از این دوتا. اگر مضارع باشه زمانش رو تبدیل میکنن به مضارع التزام. خب پس بچه ها توجه کنید، مثال میزنم براتون. نگاه کنید، مثلا میگیم لیت التلمیزو قرأ درسو، در مقایسه با لیت التلمیزو یقرأ درسو. خب بچه ها بیاین عبارت رو معنی کنیم. اولا این که معنی لیت میشه کاش بسیار ملاک و معیار و مهمه. ثانیا ببینید قرأ معنیش چیه؟ خواند. ولی چون بعد از لیت اومده اینجوری معنی میشه ها، کاش دانش آموز درسش را خوانده بود، یعنی من ماضی صادر اومدم ماضی بعید معنی کردم، یا کاش دانش آموز درسش را میخواند، ماضی صادر اومدم ماضی استمراری معنی کردم. پس بچه ها این به خاطر چیه؟ چرا اومدم فعل ماضی رو من ماضی استمراری یا ماضی بعید معنی کردم؟ اثر لیت. تصور کن من این جمله رو سوال بدم، دبیر بیا سوال بده، بنویسه کاش دانش آموز دستش رو جای خالی. حالا خوانده بود، میخواند. خب میتونه سوال خیلی خوبی از این در آورد. یا مثلا یقرأ یعنی میخواند، ولی چون لیت برش اومده میشه کاش دانش آموز دستش رو بخواند. خب شما اگر به لیت توجه نکنی میگه یقرأ مضارع است دیگه، میشه میخواند، در حالی که بخواند باید معنی بشه به خاطر وجود لیت. خب بچه ها این نگاه در واقع ما به حروف مشبهه و بالفعل. یه قسمتی از حروف مشبهه باقی مونده که میخوام بگم، بعد انشالله لای نفع جنس، بعدش هم با هم بریم تست بزنیم، میریم ادامه کار. بچه ها این حروف مشبهه که انا انا که انا لا که انا لی تل اله هستن، یه مسئله تو اینها هست، این که دوتای این شیشتا همیشه خدا باید در وسط عبارت ها باشن. اولا انه رو بگیم، انه 100% باید در اول جمله باشه، پس انه حتما در اول عبارت ها میاد. کجا صحبت کردیم؟ در مقایسه با انه. پس هیچ وقت انه در وسط عبارت ها نمیاد، ولی دو تا حتما باید در وسط باشن. یه دونه انه همیشه خدا باید در وسط عبارت ها باشه، یه دونه لکنه همیشه خدا باید در وسط عبارت ها باشه، حتی شده وی قبلش باشه مثلا. ولی که انه و لیت و لعله به اصطلاح بازیکن آزادن، اول عبارت ها میان، وسط عبارت ها میان، آخر عبارت ها ممکنه باشه. پس با این حساب حتی با آخر عبارت منظور این که مقیاس جمله ای، وگرنه نمیتونه آخرین کلمه باشه، چون اینها حتما باید یه کلماتی بعدشون باشن بتونه اسم و خبرش باشه. بگذاریم. پس با این حساب ما حروف مشبهه رو شناختیم، معنیشون رو بلدیم، این که کجا انه، کجا انه و لکنه، اینا همیشه وسط میان، این که لیت لعله چه اثری بر روی فعلهای بعد خودشون داره. بچه تا اینجا اگر سوالی، موردی، مسئله چیزی هست میتونید بگید، اگر نه که من برم ادامه. خب
بچه ها، دانش آموزای نظام قدیم در قبال حروف مشبهی که الان در مورد صحبت کردیم یه نگاه دیگه ای داشتن، یعنی یه مدل دیگه ای از اونها خواسته می شد. جالبه، مثلا برای اونها عموما می دونی چی می خواستن؟ می گفتن آقا حرف مشبهه داری؟ آره. هر جا ان ان که ان لا که ان لیت لعل داری، هر کدوم از اینها رو داشته باشی باید براشون بتونی یک اسم پیدا کنی، دو خبر پیدا کنی. یعنی ما چجوری جمله فعلی فعل فاعل مفعول جار و مجرور میشه ارکانش، چجوری محل اعرابی جمله فعلی اینایی گفتن میشه، چجوری جمله اسمی اگر بگن محل اعرابی مبتدا خبر پیدا میکنی. حالا گوش کن، هر جا ان ان که ان لا که ان لیت لعل، هر کدوم از این شش تا رو ببینی گوش کن، دیگه اونجا مبتدا خبر وجود نداره. اونجا پس چی وجود داره؟ اونجا باید اسم و خبر پیدا کنی. پس ما یاد گرفتیم و یاد میگیریم اینکه اگر من هر کدوم از این شش تا رو داشته باشم باید براش اسم پیدا کنم، اسمی که باید منصوب هم باشه. منصوب، حالا ما در حد کتاب و امتحان او و ان رو نشانه منصوب میدونیم و اینکه خبرشون باید مرفوع باشه. برای مرفوع با توجه به امتحان داخلی او و اون رو در نظر داریم، یعنی اسم حروف مشبه منصوبه، خبرشون مرفوعه. حالا بعضی ما نقضم میشه، بعضی ما اصلا اعرابو نمیذارن، ولی اگر قرار باشه یک اسم معمولی بیاد اسم ان نبشه، یک اسم معمولی بیاد خبر ان نبشه و اعرابشو بذارن، باید اسم منصوب خبر مرفوع. اول در مورد اسم صحبت کنیم. بچه ها اسم اینها فقط دو جوره، خیلی هم ساده است. اسم حروف مشبهه یا به صورت ظاهر میاد یا به صورت بارز میاد. بسیار پیدا کردن اسم اینها ساده است. یعنی چی؟ یعنی این که ببین کوچکترین چیزی به ان ان که ان لکن لیت لعل بچسبه، توجه کن چی میگم، کوچکترین چیزی به اینها بچسبه همون چیز اسمشه، اصلا دیگه اعرابش هم مهم نیست. ولی اگر یه جور دیگه بگم، کوچکترین تغییری شما در ظاهر اینها ببینی همون تغییره میشه اسمش. نگاه کن، اگر تغییر نکردن کلمه بعد، مثلا ما وقتی میگیم ان الانسان لفی خسرن، الان وقتی به ان توجه میکنیم میبینیم هیچی به ان نچسبیده. وقتی هیچی به ان نچسبه کلمه بعد که انسان باشه میشه اسمش. خب حالا بیا اینجا، وقتی میگیم انه معلمون، خب من وقتی توجه میکنم میبینم یه چیزی به ان چسبیده، ان تغییر کرده. اگر این هر کدوم از اینا فقط ان وقتی تغییر بکنم، وقتی چیزی به اینها بچسبه همون چیز اسمشه. پس اینجا انسان میشه اسم ان، ولی در اینجا هو میشه اسم ان. خب پس بچه ها پیدا کردن اسم حروف مشبهه بسیار ساده است. شما ظاهرش رو نگاه کن، چیزی بهش چسبیده بود همون اسمشه. اگر ندیدی تغییری در ظاهرش نمیبینی، کلمه بد میشه اسمش. حالا بیا در مورد خبرشون صحبت کنیم. خبر حروف مشبهه، بچه ها خبر حروف مشبهه هم به سه صورت میاد. البته این صورتهای اسم ظاهر یا بارزه خبرش سه جور میاد از شما نمیخوانا، هیچ وقت نمیگن بیا بگو اسمش کدوم مدله، خبرش کدوم مدله، فقط میگن که آقا اسمشو پیدا کن، خبرش پیدا کن. مثلا شما این که میگی انسان اسمش کافیه، این که فی خسرین خبرش کافیه، پیدا میکنی کافیه. بود اعرابی هم برای انسانی هاست. بچه ریاض تجربی اصلا منصوب مرفوع نمیخونن، فقط آقا این اسمش این خبرشه. ولی برای بچه های انسانی چرا؟ این که بعضی موقع میگن اسمش رو مثلا پیدا کن، اعرابش هم بگو. خب اسمش همیشه باید منصوب باشه و انتظار او و ان رو داریم، خبرشون باید مرفوع باشه و انتظار او و ان رو داریم. خب بچه ها بگذاریم، حالا ما یه ذره فراتر از گفته‌های کتاب میگیم. خبر حروف مشبهه یا به صورت مفرد میاد، یا به صورت جمله میاد، یا به صورت شبه جمله میاد. حالا چه زمانی میگن خبر مفرد، جمله، شبه جمله؟ جهت اطلاع شما گوش کن، هر وقت حرف مشبهه رو پیدا کردی، خب ان اسمشو پیدا کردی، انسانه، اونی که به عنوان خبر انتخاب میکنی یک جار و مجرور باشه. حالا جار و مجرورها رو تو جمله فعلی ما خوندیم، فی، الا، الا، من، حتی، ان، به، ته، که، به اینها میگن حروف جر. در زبان فارسی به اینها شما میگین متمم یا متمم، که حرف اضافه میاد بعدش متمم میاد.
ولی در زبان عربی به این حروف ما میگیم حرف جر، به کلمه بعدش میگیم مجرور به حرف جر، به دوتا با هم میگیم جار و مجرور. تازه اینها این حرف جر و اسم بعدش تو جمله فعلی هم میگن جار و مجرور، ولی تو جمله اسمی و نواسق معمولا خبرن. و چه نوع خبری میشن؟ خبر شبه جمله. پس الان ان الانسان لفی خسرن، فی خسرن میشه خبر، خبر ان که به صورت چی اومده؟ شبه جمله اومده. پس چه زمانی میگیم خبر شبه جمله است؟ زمانی که جار و مجرور بیاد خبر ما بشه. این از این. بریم بعدی. انه معلمون. الان معلمون خبر ماست. چه نوع خبر انه؟ چه نوع خبریه؟ خبر مفرد. چرا؟ زمانی که یک اسم بیاد خبر ما بشه میشه خبر مفرد. بازم میگم بچه ها از شما نمیخوام بگو خبر مفرد جمله است یا شبه جمله است. ما یکم قوی تر داریم بررسی میکنیم. خب حالا بریم بعدی. یه دونه برای جمله مثال بزنم. مثلا این عبارت نگاه کنید. انا. انا در ضمن اننا بوده ها. عرب ها جهت به هر حال مخفف کردن اننا رو گاهی میگن انا. انا انزلناه فی لیلت القدر. خب بچه ها بیاین حرف مشبه رو پیدا کنیم. طبیعتا میشه انا. آقا چیزی بهش چسبیده؟ بله. چی چسبیده؟ نا. پس نا چون انا در اصل اننا بوده میشه اسم انا و انزلناهو به بعد هم میشه خبر انا. حالا بعضی ها میگن آقا انزلناهو خبره یا انزلناهو فی لیلت القدر خبره. بچه ها اصل فعله، یعنی شما الان بگی انزلناهو خبره کاملا درسته. حالا بعضی ها میگن انزلناهو فی لیلت القدر خبره، اشکال نداره. یعنی اینا فی لیلت القدر متعلقات انزلنا هستن. خب به هر حال انزلناهو به بعد میشه خبر انا. حالا و چه نوع خبریه؟ خبر جمله. چرا؟ چون وقتی که یک فعل بیاد خبر شما بشه بهش به اصطلاح میگن خبر جمله. خب بچه ها پس ما در واقع قرار ما این باشه. یه مثال ساده ترم بگم، هدفمو بگم. مثلا این جمله نگاه کنید. ان الله کریمون. حرف مشبه کدومه؟ ان. میگیم حرف مشبهه. آقا چیزی بهش چسبیده؟ نه. پس الله ببین منصوبه بچه ها میشه اسم ان. کریمون ببین مرفوع اون گرفته میشه خبر ان. پس ما حرف مشبهه رو پیدا کردیم، اسمش رو پیدا کردیم، خبرش هم پیدا کردیم. حالا انسانی ها میان چیکار میکنن؟ ممکنه بحث اعراب برای انسانی ها مطرح بشه، میگن اسم ان منصوب. یعنی یک دانش آموز انسانی باید بدونه اگر بگن ان الله غلطه، نداریم چنین چیزی، باید بگن ان الله، چون اسم نه باید منصوب باشه. کریمون میشه خبر ان مرفوع. اگر بگن کریمن غلطه، حتما باید خبر ان مرفوع بشود. خب بچه ها بریم یکی دو تا نکته کوچولو داریم از حروف مشبهه در موردشون حرف بزنیم. حالا من نمیخوام نکته مطرح کنم، من مثال میزنم با کمک شما. شما باید اون قسمت کمکم کنید، نظرتون رو بگید و با کمک شما حروف مشبهه رو پیدا میکنیم، اسم و خبرش هم مشخص میکنیم. بریم مورد اول. بچه ها ان الله علا کل شیء قدیرون. خب بریم حرف مشبهه رو پیدا کنیم، اسم و خبرش رو مشخص کنیم. خب بچه ها شما نظر بدید الان حرف مشبهه در این عبارت کدومه؟ طبیعتاً ان. این میشه حرف مشبهه، یعنی چیزی که از شما خواسته خواهد شد توی امتحان ترم. آقا چیزی به چسبیده؟ نه. پس اسمش کدومه؟ اسمش میشه الله. ممنون که کمک میکنید. الله همیشه اسم ان و منصوب، لقبشه دیگه، منصوب چون امیگیره منصوبه. خب اما بچه ها علت این که من این جمله رو به عنوان در واقع یه نکته مطرح کردم به خاطر خبره. خبر در عبارت ان الله علی کل شیء قدیر کدومه؟ خب
زینب گفته که قدیرون خبر میشه. مریم هم همینجور. درسا هم همینجور. دیگه آتوسا هم نظرشو بگه. بچه ها، الان سوء تفاهمی که اینجا پیش میاد، نگرانی که باعث شده این جمله بشه نکته ما، چون توی مثالهای قبلی شما وقتی حرف مشبه و اسمش رو پیدا میکردی بلا فاصله بعدش خبرش بود. ان حرف مشبه نا اسمش، انزلنا خبرش. دعا کن. ان حرف مشبه هو اسمش، معلمو خبرش. ان حرف مشبه انسانه اسمش، لفی خسن خبرش. یعنی بین اسم و خبر فاصله ایجاد نشده بود. خب سوال من از شما اینه، آیا علا کل شیء رو نمیتونیم خبر حساب کنیم؟ مگه چی میشه؟ خب میگیم خبرش به جمله دیگه. بله بچه ها، نمیتونیم. اما چرا؟ گوش کن. همیشه برای پیدا کردن خبر که شما هم درست تشخیص دادید، به یه چی توجه کنید؟ به مفهوم خبر توجه کنید. مفهوم خبر. بچه ها معنی خبر. بچه ها سعی کنید بفهمید اون یارو چه خبری رو میخواد به شما برسونه. آخه میدونی چیه؟ بین این 6 تا حروف مشبهی یکی برای تاکید بود. کدوم؟ ان. خب ان برای تاکید بود. آیا عشقی ان روی اسم تاکید میکنه یا روی خبر؟ مثلا وقتی میگیم ان الله کریمون، الان ان روی الله تاکید کرده رو کریمون. نظر شما چیه؟ بچه ها انه روی اسم، روی اسمش تاکید میکنه یا روی خبرش؟ مریم گفته کریمون. بقیه محدثه، شما هم بگو. درسا گفته کل جمله. امیر گفته، امیر صباحی گفته هر دو. بچه ها واقعیتی که وجود داره، اصلا ارزش جملات اسمیه و نواسخ به خبره، توجه ها به خبره. بچه ها ما آدم ها حرف میزنیم تا خبری رو به دیگران بگیم، پس نتیجه میگیریم. تنها حرف مشبهی که برای تاکید انه و تاکیدش روی خبره، روی کل جمله نیست. درست داشته باش، کارش دارم. امیر جان روی کل جمله هم نیست، روی اسمش هم نیست. اینجا میخواد چی بگه به ما؟ میخواد کریم بودن رو بگه، درسته؟ اون اصل کلامی که میخواد به ما اطلاع بده چیه؟ کریم بودن. پس تاکید همیشه رو خبر. این داشته باشید. حالا اینجا پس بچه اینو داشتم میگفتم، همیشه برای پیدا کردن خبر، هرچند 90% چون وقتی اسمو پیدا میکنه کلمه بعد خبرها، ولی گاهی مثل این عبارت ها بین اسم و خبر فاصله ایجاد میشه. خواهش می‌کنم چیکار کنیم؟ بهترین راه توجه معنیه. این یارو چی میخواد بگه؟ اینجا چی میخواد بگه؟ ما فرض کنیم علی کل شیء خبر باشه. میشه ان الله علی کل شیء، همان خداوند بر هر چیزی است. اصلا معنی نداره. ولی حالا شما فرض کن قدیرون خبر باشه که هست. میشه ان الله قدیرون، همان خداوند قادر است، قدرتمند است. پس اینجا چی میخواد ما بگه؟ اینجا میخواد قادر بودن خدا رو بگه، قدرت خدا رو بگه. پس خبر قدیرون میشه خبر ان و مرفوع. علا کله میشه یک جار مجرور زائد. شیئین هم میشه مضاف الیه که مضاف الیه اصلا این چیز اضافه است، اسمش روشه دیگه. پس بچه ها دو تا مسئله رو اینجا دوست داشتم به شما گفته باشم. یه دونه این که همیشه تاکید روی خبره، یه دونه این که گاهی اسم و خبر فاصله میگیرن. حواستون باشه، نیمگاهی همیشه به معنی داشته باشید. این شماره 1. بریم شماره 2. نکته شماره 2. خب بچه ها عبارتی رو می نویسم، شما حرف مشبهه رو پیدا کنید، اسم و خبرش رو مشخص کنید. کأن علل منزدته کتابن. خب بچه ها کمکم کنید، حرف مشبهه رو من میگم کأن. خب کأن میشه حرف مشبهه، می نویسم این حرف مشبهه. آیا چیزی بهش چسبیده؟ نه. پس بریم اسم پیدا کنیم. اسمشو پیدا کنیم. جمله رو یه بار میخونم.
که ان علی المنزلته کتابن. خب باریکلا درسا. بچه ها درسا میگه که ان حرف مشبهه علی المنزلته خبر و کتابن اسم. یعنی درسا میگه که جای اسم و خبر اینجا عوض شده. علی المنزلته خبر مقدم، کتابن اسم مؤخر. خب اما بچه چرا درسا پورین رو تشخیص داد؟ بله مریم هم همینجور، امیر ما هم همینجور، هم مریم هم امیر هم درسای عزیزم کاملا درست گفتن. خب الان براتون میگم بچه دو تا راه وجود داره. یه دونه امیر یه اشاره کرد، گوش کنید. بعضی موقع ها جای اسم و خبر گوش کن باید عوض بشه. یعنی مایی که قراره حرف مشبهه داشته باشیم بعد اسم بعد خبرش، حرف مشبهه پیدا کنیم، خبر اول اومده بعد اسم رفته آخر. در چه صورتی؟ در صورتی که دو تا شرط لحاظ بشه. یک، اسم نکره باشه. نگاه کن الان اینجا الله نکره نیست، سر جای خودش هست. یعنی اسم تنوین داشته باشه، نکره باشه، این یه شرط. آیا همین کافیه؟ نخیر، یه چیزی دیگه میخواد. خبر از مدل شبه جمله باشه. یعنی اگر چنین اتفاقی بیفته باید جای اسم و خبر عوض بشه. امیر جان اینی که شما گفتی کاملا درسته، اصلا دلیل اینکه جابجا بشه اینه، ولی اینو میخوام یه جوری دیگه براتون بگم که بسیار کاربردی تر و به درد بخورتره، چون سابقه سوال کنکورم بوده. توجه کنید بچه ها، اگر شما اینی که میخوام بگم و یاد بگیرید هرگز اشتباه نمی کنید. شما یاد بگیرید جار و مجرورها در جملات فعلیه جار و مجرورن، اما در جملات اسمیه و همچنین نواسخ، خب نواسخ هم جز اسمیه به شما رو میان دیگه، خبرند خبرند خبرند. بچه شما اینو یک گوشه یادداشت کنید، هیچ وقت جار و مجرورها مبتدا نمیشن، اسم هم نمیشن. خب وقتی من بدونم هیچ وقت جار و مجرورها مبتدا نمیشن، اسم هم نمیشن، خب من فرض کنم اصلا بیخبر از اینکه ممکنه جای اسم و خبر عوض شه، میگم تن حرف مشبهه. همین که میخوام بگم الان من زدت اسم، میگم ا اینکه جار و مجروره، جار و مجرور هرگز اسم نمیشن. خب آیش خیلی تکلیف چیه؟ این میشه خبر، حالا اسمش کو رفته اونور. پس بچه‌ها اونی که دوست دارم انامش ما گفته باشم، هرگز جار و مجرورها مبتدا نمیشن، اسم حروف مشبه هم نمیشن، خبرند خبرند خبرند. خب پس دقیقاً دقیقاً اونی که الان دوست داشتم به شما بگم این بود که هیچ وقت شما جار و مجرورها رو اسم حساب نکنید. اگه اینو بدونی هیچ وقت نکته رو اشتباه نمیکنی. خب بچه‌ها یه نکته دیگه دارم و بگم دیگه حروف مشبه تکلیفش مشخص بشه. اینجا امیر باید کمکم کنه. امیر جان آماده باش. من سه تا جمله می‌نویسم، سه تا جمله می‌نویسم و سه تا سوال از امیر می‌پرسم. باید دقیق برای من سوال منو جواب بده، منم برای بچه‌ها بخونم که ببینیم امیر ما وضعیتش چجوره. امکان داره صدای امیر سبایی رو باز کنی؟ امیر جان آماده باش باید صحبت کنی، می‌تونی؟ فکر کنم امیر رفت گل بچینه. بله امیر همیشه آماده رز. باریکلا. خب مریم یه سوال پرسیده، گفته ممکنه که ممکن است توی جمله اسمی جار و مجرور بیاد ولی خبر نشه. مریم نگاه کن، اگه 10 تا جار و مجرور تو جمله فعلی داشته باشی میگی جار و مجرور، تو هیچ به هر حال نگرانی نیست. ولی تو جمله اسمیه و نواسخ اگر جار و مجرور دیدی بالای 90% خبره، 10% باز جار و مجروره، هرگز مبتدا نمیشه، اینو تو باید بدونی. هرگز اسم نواسخ نمیشه، اینو تو باید بدونی. آره 90% خبره، 10% باز جار و مجروره، در هر صورت نه مبتدا میشه نه اسم میشه. آره ممکنه جمله اسمی داشته باشم داخلش جار و مجرور داشته باشم، بگم جار و مجرور. چرا مثلا همین جمله دیگه نگاه کن، الان الله شده اسم، نه قدری شده خبر، نه علا کله شده جار و مجرور، چون من خبر داشتم ولی هرگز علا کله نمیتونه اسم باشه. خب امیر جان آماده ای؟
سلام عزیزم، خوبی؟ مرسی. امیر جان، من سه تا جمله می نویسم. جمله اول، الله کریمان. سوال من از شما اینه، این محل اعرابی لکلمات هذه العبارت. خب بفرمایید. با توجه به اینکه گفتیم اگر اول جمله اسم بیاد نوع جمله میشه اسمیه. احسنت. و در تعریفش اینطوری بود، پس الله میشه مبتدا و کریمون میشه خبر. احسنت. امیر جان، هدفم از این سوال میدونی چی بود؟ به بچه‌های خودم بگم بچه‌ها هر جا به شما گفتن محل اعرابی عبارت رو بگو، شما بلافاصله این به ذهنت برسه جمله اسمیه است یا فعلیه است یا نواسق، اون وقت حرکت کن. این شاهراهه. باریکلا. همینجا سوال بعدی، اگر من بیام روی جمله اسمیه الله کریمان ان بیارم، اعراب کدوم رو عوض میکنه؟ اعراب الله رو عوض میکنه یا کریمان رو؟ ان الله. احسن. چون باریکلا، چون ما خوندیم حروف مشبهه اسمشون منصوبه، خبرشون همچنان مرفوع ها مثل خبر جمله اسمیه، ولی اسمشون منصوبه، کاملا درسته. پس میشه ان الله کریمون همون جور باقی میمونه. حالا سوال بعدی از امیر. امیر، این محل اعرابی لکلمات العبارت ثانیه، یعنی محل اعرابی کلمات عبارت دوم رو بگو. بوده و از حروف مشبه استفاده شده. خب مشبه میان مبتدا رو اسم خودشون و خبر رو خبر. باریکلا. مبتدا الله بوده میشه اسم، کریمان هم طبق معمول خبر. احسن. الله میشه اسم ان منصوب، کریمون میشه خبر ان مرفوع. احسن. امیر جان، نکته ما از اینجا شروع میشه. حتی همه اینها داستان داشتن ها، ولی اونی که من به خاطرش این بحث رو مطرح کردم و صدای شما رو باز کردم، عامل اصلیش اینه. اگر بچه ها خوب دقت کنید، به ان ما به چسبه، به این ما میگن مای کافه، کف دست، بازدارنده. حتما هم باید بچسبه به ان، اگه نچسبه خود ما میشه اسم ان در این حد. پس اگر به ان، فقط هم ان و حروف مشبه دیگه ما نمیچسبه، شما نمیخونید، فقط به ان اگر ما بچسبه. آخه قرار ما میدونی چی بود امیر؟ ما قرار ما این بود کوچکترین چیزی به اینها بچسبه همون بشه اسمش. حتی من اینجوری گفتم آقا اینا تغییر کرد ظاهرشون، اون تغییر اسمشه. حالا یه تفسره میخوره، بجز ما اگر به ان ما بچسبه اسمش که نمیشه پیشکش، ما رو هم ذوب میکنه، قورتش میده، نابودش میکنه، خونساش میکنه، هیچش میکنه. و دوباره الله و دوباره کریمان. خب حالا سوال آخر من از امیر اینه، این محل اعرابی لکلمات عبارت ثالثه، عبارت سوم رو برای ما محل اعرابیشو بگو. استاد از اونجا که گفتید مای کافه ان رو نابود میکنه، ما مثل جمله اسمیه باش برخورد میکنه. باریکلا. پس الله میشه مبتدا. احسن امیر جان. و کریمان میشه خبر. باریکلا. ان ما رو فقط و تنها معنی میده. احسن. حالا اینم که گفتی تکمیلش کنیم، الله کریمون که یک جمله اسمیه است، میگیم خداوند کریم است، درسته؟ تاکید هم نداره. جمله دوم ان الله کریمون میشه همانا خداوند کریم است، قطعا مسلما یقینا بدون شک خداوند کریم است، بیگمان خداوند. یکی از راه های تاکید رو میاریم. اما همونجوری که شما گفتی، وقتی انما میاد تاکید حصر ایجاد میکنه. حصر یعنی منحصر کردن ویژگی در کسی یا چیزی. یعنی همونجوری که امیر گفت و میخواد دوباره بگه، انما الله کریمون چی معنی میکنیم امیر؟ احسن. یا فقط یا تنها خدا کریم است. فرق فقط و تنها با همانا و قطعا اینه که شما وقتی میگید فقط خدا کریم است، تنها خدا کریم است، دیگه من نمیتونم بگم حسن و حسین هم کریم هست. منحصر کردیم کریم بودن رو برای خدا. اما وقتی میگم همانا خداوند کریم است، ممکنه حسن و حسین هم کریم باشن. درسته امیر جان؟ بله. ممنونم از شما، خیلی لطف کردی، مرسی. قربون شما، مرسی. بچه ها یه مسئله دیگه، من یادتونه پرسیدم ان روی الله تاکید میکنه یا روی کریمون؟ عموما شما گفتی روی کریمون و درستم گفتی، یعنی حروف مشبهه که فقط ان برای تاکید روی خبر همیشه تاکید داره. سوال کنکورم بوده. این مورد اول.
اما انما آقای عشقی، انما رو چی تاکید میکنه؟ درسا گفت که روی هر دو قسمت. آره درسا انما معمولا روی کل جمله بعد خودش تاکید میکنه. یعنی اگر بگیم ان الله کریمون، تاکید روی چیه؟ میگیم کریمون. وقتی میگیم انما الله کریمون، انما روی چی تاکید میکنه؟ میگیم روی کل جمله الله کریمون تاکید میکنه. ولی گوش کن، اگر زمانی صحبت از کل جمله نباشه، باز برای انما ما میگیم رو کریمون ها. نگاه به خبر همیشه. متشکرم از همتون. بچه ها این حروف مشبهه بود و در حد امتحان ترم. البته یه سری مسائل رو مطرح کردیم، باز دلمون نیومد نگیم تو امتحان ها، مگر اینکه دبیر بخواد خیلی سختگیرانه سوال بده به این چیزا میپردازه. حالا بچه ها بریم سراغ لای نفی جنس. اینم بگم لای نفی جنس مختصره، بعد میریم خدمت شما عرض کنم که دیگه میخوام اگه اشکال نداشته باشه کلاس ما یه سره باشه تا مسرت نداشته باشیم. بعد سعی میکنیم که یکم زودتر تموم کنیم کلاسو. من لای نفی جنس هم براتون بگم، دسته سوم نواسخ. بعد بریم با هم تمرین های کتابم، اون تمرین هایی که دقیقاً به قواعد پرداخته رو بررسی کنیم. بچه ها اگه یادتون باشه ما گفتیم دو جمله داریم، یا فعلیه یا اسمیه. جمله فعلیه چه چیزایی داشت؟ فعل، فاعل، مفعول، جار و مجرور. جمله اسمیه چه چیزایی داره؟ مبتدا، خبر. قضیه این بود گاهی فعلیه ها مجهول میشن، گاهی اسمی ها نواسخ میان. یعنی به هم میریزه. جمله اسمی که ما انتظار داریم مبتدا خبر داشته باشه، وقتی نواسخ بیاد دیگه مبتدا خبر نداریم. خب پس چی داریم؟ اسم و خبر داریم. حالا این نواسخ کدوما هستن؟ یک، سه دستن. افعال ناقصه، کانه، ساره، لیس، اصبح. چرا وارد اینها نشدیم؟ چون اینو توی 11 هم خوندیم، درس آخر عربی 11. دسته دوم حروف مشبهه که کدوما هستن صحبت کردیم، 6 تا بودن. دسته سوم لای نفی جنس. خب درسا سوال پرسه، سوالشو ببینم چیه. خب درسا گفته از این که اسم حروف مشبه منصوبه و خبرشون مرفوعه آیا دلیلی داره؟ درسا واقعیت اینه که نه، دلیل خاصی نداره. یعنی یکم من ریشی تر به قضیه نگاه کنم، از اولی که حالا زبان عربی از طریق این که قرآن اومد، و چون قبل از اسلام اصلا زبان عربی به اون معنا وجود نداشت، یعنی زبان عربی ریشش سرچشمش آفریقاست، جز زبان سامی به شمار میاد، اصلا شبه جزیره عربستانی نبوده. بعد حالا اقوامی قبل از اسلام، 2000 سال قبل از اسلام، از مرکز آفریقا بخصوص و شمال آفریقا میان شبه جزیره عربستان وارد میشن، چون منطقه خوشابعبایی بوده، نه به صورتی که مثلا یک کشور بیاد، یه مثلا امپراتوری بیاد، نه، اینا قبیله‌ای زندگی میکردن، اصلا کشور و این چیزا اونجا معنی نداشته، قومی قبیله‌ای زندگی میکردن. میان توی شبه جزیره عربستان جاهای مختلف، چون چادرنشین بودن به اصطلاح، کوچ میکردن زندگی میکنن، و به همین صورت اون زبان عربی که جز زبانهای سامی بوده از آفریقا اومده بود اونجا، تا اینکه میخوره به اسلام. بحث اسلام که اونجا مطرح میشه یکم سامان میگیره، اون قبیله ها با هم متحد میشن دیگه. تاریخ اسلام شما اکثرا میدونید، قضیه پیامبر و وحی و قرآن و اینجور داستان ها، اونجا زبان عربی در واقع شکوفا میشه، چون قبلا اصلا درست از آفریقا اومده بوده ولی زبان مستقلی که روش بشه حساب کرد نبوده. بعد میاد به بهانه اسلام اونجا رشد میکنه و زبان بسیار پتانسیل بسیار بالایی داشته و قرآن به اون زبان نازل میشه. حالا اما اگرهای مختلفی، چرا به عربی نازل شده، اصلا چرا بین عرب ها نازل شده، بحث دینی و فقهی میشه، اصلا من واردش نمیشم. بعد به هر حال اینو براتون میخواستم بگم، وقتی که حتی بزرگهای ادبیات عرب که توی مدینه و مکه و شهرهای بزرگ زندگی میکردن، شاعر بودن، صاحب نظر بودن، پیشکسوت بودن، وقتی میخواستن ببینن تلفظ چه کلمه‌ای درست تره، میرفتن توی یک بادیه، توی یک قبیله خیلی دور افتاده نگاه میکردن، میدن مردم اونجا اون کلمه رو چجوری تلفظ میکنن. یعنی ملاکشون این بوده. و اینکه اگر مثلا اونا فاعل و او میدادن، اینا میگفت آره فاعل باید او بگیره. متوجهید؟ پس این نمیشه گفت چرا فاعل باید او بگیره، چرا مفعول باید ا بگیره، چرا اسم نباید ا بگیره، خبرش باید او بگیره. این طبق چیزیه که در واقع عرب بادی نشین بی سوادی که اصلا نمیشه قرآن چیه،
اون تلفظ میکرده طبق اون گرفته شده. بعد اینجا یه وسطی اختلافی هم پیش میاد بین بصری ها و کوفی ها، یعنی بین دانشمندایی که توی بصره بودن، با دانشمندا دانشمند میگیم اون کسایی که عربی میدونستن، با دانشمندایی که توی کوفه بودن. مثلا کوفی ها میگفتن آقا فایل باید ا بگیره، بصری ها میگفتن نه فایل باید او بگیره. اصلا دلیل اختلاف چیه؟ این قضیه اصلا دلیلی نداره، اینکه چرا او چرا ا. خب وقتی یه سری میگن ا بگیره، سری میگن او بگیره، پس در واقع بی سببه. که الان چیزی که ماها داریم میخونیم، اعراب هایی که مثلا حتی عرب ها دارن میخونن، قرآن اعراب گذاری شده طبق اون، طبق عربی بصریه و عربی کوفی نیست. آره، اینم توضیحی بود که برای درسای عزیزم دادم. آره، خب بچه ها بریم ادامه. بچه ها دسته سوم نواسخ یه دونه حرف هست به نام لای نفی جنس، که فراموش نکنیم ما داریم نواسخ رو یاد میگیریم، طبیعتاً برای لای نفی جنس هم باید اسم و خبر داشته باشیم. اتفاقاً اسم لای نفی جنس هم منصوبه و خبرش مرفوعه، مثل حروف مشبهه. اما بچه ها اصلا چرا میگن لای نفی جنس؟ چون نفی کامل میکنه، نفی مطلق میکنه. همیشه لای نفی جنس رو هیچ نیست میارن، یعنی وقتی میخوان جمله‌ای رو که لای نفی جنس داخلش وجود داره معنی کنن، هیچ نیست میارن. لا اله الا الله، هیچ خدایی جز خدا یگانه نیست. نمیدونه بگید مثلا حسن هم از حسن. نه، نفی مطلق میکنه. برای هر جنسی میان جنسشو از ریشه خشک میکنه. خب اما خیلی جالبه، مهمترین، من اگه یادتون باشه گفتم آقا نظام جدید از حروف مشبهه بیشتر بود معنایشو کار داره، ولی نظام قدیم میگفت اسمش کو خبرش کو. حالا ما هر دو رو گفتیم، ولی 70% امروز از حروف مشبهه تو حروف مشبهه رو بشناسیم، معنیشون رو بلد باشی، کجا ان، کجا ان، لکن و مثلا ان وسط میاد، لیتلاله چه تأثیری بر فعل بعدش داره. ولی نظام قدیم این داستان نبود، که نظام قدیم یعنی 3-4 سال قبل بچه‌ها میگفتن خب حرف مشبهه کدوم، میگفتی ان، اسمش کدومه مثلا الله، خبرش کدومه مثلا کریم. بیشتر اسم و خبر، خبر انواشو میخوندن، اسم انواشو میخوندن. حالا بگذاریم، منظور من اینه برای لای نفی جنس چه نظام قدیم چه نظام جدید، سوال از لای نفی جنس یه جوره. مهمترین نکتهش اینیه که الان با هم میخوایم بررسی کنیم و اونم اینه، انواع لا. بچه ها ما 4-5 نوع در عربی لا داریم، حتی تمرین تو کتاب شما هست، عباراتی نوشته و داخلشون لا وجود داره، گفته نوع لا رو بگی. خب این 4-5 نوع، 4 نوع رو می نویسم، 1 نوع رو فقط میگم. یه دونه لا به معنی معروف ترین، در واقع به معنی نه، yes no، نعم لا، بله خیر، هم معادل خیر فارسی، که معمولا بعدش یه ویرگول میذارن. یعنی شما اگر بخوای بگی خب آیش بین، میگن لای جواب. لای جواب من چجوری بشناسم؟ یا تنها میاد بعدش اصلا کلمه‌ای نیست، یا اینکه بعد یه ویرگول گذاشتن یا نقطه گذاشتن به معنی نه. خب اما لاهای دیگه، یه دونه لا داریم به نام لای نهیه، که بهش ناهیه هم میگن. یه دونه لا داریم به نام نفیه، که بهش نافیه هم میگن. یه دونه لا داریم به نام نفی جنس، نافیه للجنس که اصل قضیه است. یه دونه هم لا داریم به نام لای حرف عطف. حالا حرف عطف رو زیاد کتاب شما بهش نپرداخته، ولی تو تست ها فراوان ازش استفاده میشه. خب آیشقی اگه من یه دونه لا دیدم از کجا بفهم نهی، نفی، نفی جنس یا عطف؟ چون یه کلمه هست دیگه، شکلش یه جوره لا. بچه با توجه به کلمه بعدش، اگر بعد از لای نهی و نه، بعد از لا فعل بود یا نهی یا نفی، اگر اسم بود یا نفی جنس یا عطف، پس 50% مشکل ما رفع شد. یعنی ما اگه یه جا لا دیدیم بلافاصله کلمه بعدش نگاه میکنیم، اگه بعدش فعل بود که همیشه مضارع است، اگه بعدش فعل بود تمامه، یا نهی یا نفی. خب عاشقی اگه بعدش فعل بود از کجا بفهمم نهی یا نفیه؟ آخر فعل نگاه کن، اگر ساکن دیدی نهیه، یا نونش حذف شده بود باز نهیه، حتی اگر آخر فعل کسره هم دیدی باز نهیه. خلاصه کنم،
لایه نهی عامله. بین این چهار تا لایه نهی و نفی جنس عاملن، در اعراب کلمه بعد خودشون اثر میذارن. پس بچه ها یه بار دیگه میگم، پس اگر لا بیاد آخر فعل ساکن بگیره یا نونش حذف بشه یا کسره بگیره، ما لا رو چه لایه حساب میکنیم؟ لایه نهی. اما نفی باشه هیچ تأثیری در ظاهر فعل نداره. نگاه کن، لا تذهبو، اوی خودشو داره، لا تذهبونه نون خودشو داره، یعنی لایه نفیه یک لایه غیر عامله، تأثیری در ظاهر فعل نداره. خب ترکیب این دو تا لا مشخص شد. حالا بریم لایه نفی جنس و عطف. بچه لایه حرف عطف حتما باید وسط باشه، اصلا اسمش خلقتش بر اینه که دو قسمت رو با هم عطف بکنیم. میتونه به اول بیاد که بعد دو قسمت وجود داشته باشیم، وسط بیاد به هم بچسبه. اما لایه حرف لایه نفی جنس اصل بر اینه در اول جمله بیاد، ولی داخل تست ها چالش داره. حالا ما اول میایم عطف و یه مثال بزنیم. مثلا ما میگیم الشرف و بالعقل لا بالمال. بچه ها توجه کنید، اینجا من یه دونه لا دارم، بعدش فعل نیومده و وسط جمله اومده، اینو میگم عطف. اسم بعدش و کلمه بعدش رو میگم معطوف، میگم شرف و بزرگی به عقل نه به مال و ثروت. خب اما برای لای نفی جنس که اصولش این اول عبارت بیاد، لا تلمیز اندنا. خب ببین، تلمیز اسم، بله، لا اول جمله اومده، بله، این لا میشه لای چی؟ نفی جنس. خب آیشی شما یه علامت سوال اونجا گذاشتی، یعنی ممکنه من لای نفی جنس رو وسط عبارت ببینم؟ بچه واقعیت اینه که هم نه هم آره. چرا آره؟ به خاطر اینکه چرا نه؟ به خاطر این هر جا لای نفی جنس ببینم آغازگر یک جمله است. حالا چرا مثلا آره ممکنه وسط جمله ببینیم؟ بعضی موقع تراسل شیطنت میکنه. الان همین عبارت نگاه کن، من اگر بخوام بگم الیومه، فقط یه قید بیارم، الیومه لا تلمیزندنا، الیومه بیارم، شما نگاه میکنه ای لا تلمیزه وسط عبارت اومده. خب آقا عشقی چه کار کنم الان؟ گوش کن، اینجا ما به لای نفی جنس پناه میبریم، در واقع به اسم لای نفی جنس پناه میبریم. بچه ها اسم لای نفی جنس یک اسم خاصه. بچه ها نکره است ولی تنوین نمیگیره. بچه ها هرگز ال نداره، هرگز از لا جدا نمیشه. یعنی شما هیچ وقت نخواهید جای اسم و خبر لای نفی جنس عوض بشه. هرگز به اسمی اضافه نمیشه، به اسمی اضافه نمیشه، چون اضافه بشه میشه معرفه، باید نکره باشه. آخه بچه ها یک اسم تنها چیزی که توی دنیا داره و اونم تازه غایب نمیذارن یه دونه عین. یعنی شما هر جا بعد از یه دونه لا یک اسم دیدی که هیچی نداره به جز یه دونه ا، اون لا میتونه لای نفی جنس باشه. متوجهشون چی شد؟ بسیار خوب. و موقع معنی هم که گفتم، حالا چند تا مثالم براتون بزنم. مثلا لا جهاد که جهاد نفس، لا لباس اجمل من العافیت، لا اله الا الله. بچه نگاه کنین، جهاده، الهه، لباسه، تلمیزه، سیفه. شما بعد از لا یک اسم خاص که فقط یه دونه ا میگیره رو میبینی، و موقع معنی هم همیشه هیچ جهادی مثل جهاد با نفس نیست، هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست، هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. خب آیه سالی یه ذره گرور رو بزنم، گرور یه بار چک کنید بچه ها شدنو بدونی بود. خب آره بچه ها، خدمت شما عرض کنم که
این قواعد ما بود. حالا میخوام برم روی کتاب. اگه سوالی داشته باشی میتونی بپرسید. برم روی کتاب یه سری تمرین های کتاب با هم بررسی کنیم تا ببینیم انشالله که فایده لازمه رو از کتاب، از درس کلاسمون داشته باشیم. خب بریم سراغ. اگه سوالی داشته باشیم بچه در خدمه هستم. درست ها، منظورت اسم و خبر لای نفع جنسه؟ اینکه چرا جاشون عوض نمیشه، درسته؟ آه، حروف مشبهه؟ ببین، برای حروف مشبهه وقتی اسمشون نکره باشه، خبرشون شبه جمله باشه، باید جای اسم و خبر عوض شه. خب در اینکه شکی نیست، نمیتونه عوض نشه. برای لای نفع جنس در هیچ صورتی عوض نمیشه. شما هر جا لای نفع جنس داشته باشی باید یک اسم خاص و تک تنها که فقط ا داره بعدش بیاد. خبرش هم بعدش هر چی میخواد باشه. خب بریم ادامه. پس بچه‌ها میخوایم تمرین‌های درس یک رو یه نگاهی با هم بندازیم. بچه این کتاب رشته انسانی اصلا مهم نیست البته، فقط ما میخواییم مثال ببینیم، فقط مثال ها، چون بیشتر بچه های ما اونجوری که من خبر دارم بچه انسانی هستن. من اومدم چیکار کردم؟ کتاب انسانی را آوردم. البته خب قواعد موضوعات هر دو مشترکه، هیچ فرقی با هم نداره. خب شروع میکنیم. خودآزمایی. این اسم حروف مشبه دو بالفعل و خبرها. اول این خودآزمایی رو ببینیم. بله. اختبر نفسک. ترجم هاتین الآیتین کریمتین. بچه اینجا بود ترجمه قضیه رو مطرح کرده. ولی ما این گفتم یه جمله عربی میدن، دو تا فارسی میگن، جواب درست کدومه؟ چنین چیزاییست. یا اینکه یه جمله عربی میدن معنیش رو مینویسن، دو تا کلمه رو معنی نمیکنن و مطمئنن اون معانی به قواعد ربط داره. خدمت شما عرض کنم که چنین موضوعاتی مد نظر منه. ببینید من جمله رو میخونم. فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. اینجا دو چیز میتونه ملاک و معیار باشه. یه دونه معنی لکن که تکمیل میکنه عبارت قبل خودشو، معنی ولی میده، اما میده. یه دونه کانه برای فعل مضارع اومده ماضی استمراری درست میکنه. لا تعلمون ها یه نمیدانید. کنتم لا تعلمون ها نمیدانستید. این میتونه ملاک و معیار باشه. ولی اینجا ما دنبال این هستیم که حرف مشبهه کدومه؟ لاکنه. اسمش کدومه؟ کم. خبرش کدومه؟ کنتم لا تعلمون. یعنی اونی که دوست دارم اینجا با هم بررسی کنیم تشخیص حروف مشبهه و پیدا کردن اسمشونه، اسم و خبرشونه. جمله دوم، دو تا حرف مشبهه داره. یه دونه ان حرف مشبهه، الله اسمش، یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً خبرش. بعدی کأن حرف مشبهه، چیزی بهش چسبیده آره میشه اسمش، بنیانون میشه خبرش، مرصوصون هم صفتشه. این که این جمله رو وقتی من معنی میکنم تاکید کنم مهمه. اینکه بدونم کأنه به معنی مثله، به معنی ماننده، گوییه، از لحاظ ترجمه. بریم تمرین بعدی، یعنی خودآزمایی بعدی. این حرف مشبهه و خبرها، ثم اذکر اعرابها. این اعرابو گفته برای انسانی ها مد نظره. بچه با هم بررسی کنیم. حرف مشبهه کدومه؟ خب، بگیم حرف مشبهه لیتا. آقا چیزی بهش چسبیده؟ نخیر. پس فصله میشه اسم لیته. بچه ها خبرشو توجه کنید. طویلون میشه خبرش. آیش که چرا ربیعه رو در نظر نگرفتی؟ چون ای گرفته خبر لیته اون میگیره. چون معنیشو نگاه کن، میگه فصل بهار
طولانیه. میخواد چی بگه؟ طولانی بودن فصل بهار. متوجه شدین چی شد؟ پس با این حساب لیتا حرف مشابه فصله، اسم لیتا منصوب، اسم من بنویسم، خب اسم لیتا منصوب طویلون، خبر لیتا مرفوع. اینجا یکی دیگه هم هست، انه. بچه ها وقتی به انه لی میچسبی میشه لانه. لانه به معنی زیرا، برای این که، چون انه خودش معنی که میداد دیگه، وقتی لی بهش میچسبی معنی برای این که داره یا معنی زیرا داره. لانه ربیعه قصیرون هنا. خب حالا به هر حال الان انه حرف مشابه ربیعه، اسم انه منصوب، قصیرون خبرش. جمله بعدی که ان المشتریه مترددون، که ان المشتریه اسم که ان مترددون خبر که ان. یه دونه دیگه داریم لکن نه، حرف مشابه بائعه، اسم لکن نه عازمون، خبر لکن نه. اعراب ها رو دقت کنین همشون رعایت شده. ابحث عن معنى الاثاره في الموجم، لان لعل لعل حرف مشابه کلمته، اسمش مکتوبتون، خبرش. خب بچه ها این حرف مشبهه بود. حالا بریم لای نفع جنس ببینیم خودآزمایی چی داره. خب بچه ها توجه کنید. بچه ها بله گفته ترجم هذه الاحاديث حسب قواعد الدرس. ترجمه کنید. ما حالا هم نیم نگاهی به ترجمه داریم، هم اسم و خبر رو پیدا کنیم. اول بریم اسم و خبر رو پیدا کنیم. به این لای نفع جنس خیره اسمش، فی قولن خبرش. من یه توضیح کوچولی اینجا بدم. بچه ها همین مثال نگاه کنید. لالای نفع جنسه. خیره اسمشه، فی قولن خبرش. شما تصور کنید. اگر بگه لا خیره الا. بس یه مثال بزنم. مثالی گفتم برای. بچه نگاه کنید. لا اله الا. یعنی اگر شما حرف مشابه رو پیدا کردی، اسمش هم پیدا کردی، بلا فاصله به الا برخوردی، اینجا میگن خبر لای نفع جنس حذف شده، محذوفه. یعنی اینجوری بودا، لا اله موجودون الا الله. متوجه شدین؟ پس خبر لای نفع جنس، یکی از جاهایی که خبر لای نفع جنس حذف میشه، من لای نفع جنس رو پیدا کردن، اسمش رو پیدا کردن، بلا فاصله به الا بر بخورم. پس اینجا خبر محذوفه. ولی اگر هر چی باشه قبل از الا دیگه میشه خبرش. خب ولی اگر اینو بخوایم معنی کنیم اینجوری میگیم ما، هیچ خیری در سخنی وجود ندارد مگر اینکه به فعل داره. ببین هیچ نیست و باید بگیم. لا جهاد که جهاد نفس، هیچ جهادی مثل جهاد با نفس نیست. لا لباس اجمل من الاب، هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست. لا فقر کل جهل، هیچ فقری مثل نادانی نیست. لا میراث کل ادب، هیچ میراثی مثل ادب نیست. لا سوء که اسبع من الکذب، هیچ بدی بدتر از دروغ نیست. شاهد باشید همشون اسمشون تک اسم ادار و موقع معنی همش هیچ نیست معنی میکنند. خب بچه ها اینجا این تمرین همونی گفتم نوئلا رو از شما میخوانه فکر کنم. بله گفته جای خالی رو پر کن. مثل این شما سوال خواهید داشت که یک جمله عربی معنیش هم باشه، یه جا معنی نشه و معنیش رو بخواد و نوع لارم مشخص کنه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که میدانند و کسانی که لا یعلمون نمیدانند؟ یعنی دانش آموز باید تشخیص بده این لا لای نفیه تا بتونه درست معنی، چون فعل اومده و اعرابش هم تغییر نکرده، نونش وجود داره، هم معنیش برای من دبیر ملاکه، هم نوئلا رو تشخیص بدیم. بریم بعدی. بچه توجه کنید، لا یحزن، شاهد باشید ساکن گرفته، پس این لا میشه لای نهیه. درسته؟ گفتارشان تو را نباید ناراحت کند. ان العزت لله، حالا بقیه رو دیگه کار نداریم. ذالک الکتاب لا ریب فی، این لا چون اسم اومده بعدش میشه لای نفی جنس، پس لا نفی جنسه و هیچ نیست معنی میشه. گفته آن کتاب هیچ شکی در آن نیست، هدایتی برای پرهیزگاران است. خب
بعدی هم همینجور باز لالای نفی جنس چون اکراه اسم نگاه کنین ا داره اینجا هم ریبه ببین ا داشت یک اسمی که هیچی نداره هیچ اجباری گفته در دین نیست پنجمی نگاه کنید ببین لا اومده برای نونو زده اینو میگیم نهیه لا اومده نونو نزده اینو میگیم نفیه وقتی که فعل تغییر بکنه لا نهیه تغییر نکنه لا نفیه خب بچه ها برای امروز کافیه دیگه به تمارین اصلی رسیدیم اونجا هم که دیگه حالا مسائل مختلف هم مرتبط با قواعد هم بی ارتباط با قواعد وجود داره بچه ها ما درس یک رو تمام و کمال امروز برای شما گفتیم خدمت شما عرض کنم که براش خودآزمایی هم در واقع کار کردیم تمرین هم کار کردیم و یه چی بگم و دیگه امروز خداحافظی کنم تا جلسه بعد که درس دو و نمونه سوال کار خواهیم کرد و اونم اینه که طریقه خوندن عربی خیلی مهمه من اینو بگم فرض کنید ما فردا تعطیلیم پس فردا عربی داریم عربی هم اصلا فرض کنیم هیچی نخوندیم چگونه عمل کنیم بچه‌ها اول درس یک لغت‌های درس یک رو عربی فارسی فارسی به عربی قسمت واژه‌نامه‌های درس یک رو بخونید تأکیدی بر این نداشته باشید حتما حفظ کنم چند بار تکرار کنید فقط بعد برید معنی درس رو خودتون معنی کنید هر جا گیر کردید معنی که دبیر گفته مراجعه کنید این مرحله دوم ترتیبش هم مهمه یعنی اول الزاماً لغت بعد معنی درس بعد برید قواعد در حدی که صحبت شد بعد وقتی قواعد خوندید تمرین رو انجام بده تمرین رو دو گونن یک سری مرتبط با قواعدن خب طبیعتاً باید بتونی انجام بدی با دلیل بفهمید چرا این شده جواب یه سری به گذشته ها ربط داره و عربی 10 و 11 ربط داره اونها رو سعی کنید در چارچوب کتاب بعضی را اصلا ممکنه متوجه نشید چه دلیلی داره که این شده جواب در چارچوب تمرین ها حفظ کنید اگر فهمیدید فعال متن نفهمیدید زیاد حساسیت به خط ندید دلیلش هم اینه که شما وقت نداری بری حالا 10 و 11 اون بخونی فقط و معمولا هم از 20 نمره یکی دو نمره از گذشته ها میاد از همون تمرین های گفته های کتاب خلاصه کنم اونجور تمرین رو حفظ هم بکنید اشکال نداره چون اینجا باید شما مثل بازیکن فوتبالی عمل کنی که گل بزنی باید نمره بگیری این برای ما مهمه خب خسته نباشید به امید دیدار تا هفته آینده